بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آتش سوزی در کلیسای تاریخی لقاه معصوم در شمال فرانسه که از ساعت 4:30 صبح دوشنبه 12 شهریور به وقت محلی آغاز شد، منجر به فرو ریختن برج ناقوس کلیسای 165 ساله شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 90 آتش نشان در عملیات اطفای حریق شرکت کردند. گفتنی است در این حادثه کسی آسیب ندید، اما حدود 50 نفر از ساکنان خانه های اطراف برای احتیاط تخلیه شدند. در نتیجه یک حمله موشکی گسترده توسط روسیه به کیف، خسارت قابل توجهی به مسجد مسلمانان در این منطقه وارد شد. روسیه شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه 12 شهریور حملات موشکی گسترده ای را به چند شهر اوکراین از جمله کیف، پایتخت این کشور، انجام داد. در همین رابطه گزارش هایی از تخریب ساختمان های مختلف و آسیب های جدی به برخی از ساختمان ها در کیف منتشر شده است. خبری از بنگلادش، گروهی از مسلمانان بنگلادشی موسوم به گروه FIR در پی حمله به کارگران مسلمان بنگالی از مایور برگوهین، رهبر حزب بهارات یا جاناتا در شرق آسام، به پلیس شکایت کردند. در این شکایت که توسط 9 کارگر ارائه شده است آمده که مایور برگوهین حقوق معلقه کارگران مسلمان را نپرداخته و به آنان دستور داده تا آسام را ترک کنند. گفتنی است پس از امتناع کارگران از ترک آسام، گروهی نقاب بر چهره به آنها حمله کرده و با چاقو و اسلحه آنها را در صورت عدم ترک منطقه تهدید به مرگ کردند. عیسی سانوسی، مدیر عفو بین الملل نیجریه، از دولت نیجریه انتقاد کرد و این محاکمات را تلاشی آشکار برای مجازات مخالفان و خفه کردن صداهای منتقد خواند. در ادامه سانوسی بر شدت اتهامات وارد شده علیه معترضان، از جمله خیانت که مجازات اعدام را در پی دارد و اتهامات مربوط به طرح بی‌ثبات کردن نیجریه، تأکید کرد و این اتهامات را به طرز آشکار ساختگی توصیف کرد و خواستار لغو فوری آنها شد. سانوسی همچنین اظهار داشت مقامات نیجریه باید فوراً و بدون قید و شرط همه کسانی را که از 1 تا 10 اوت به دلیل استفاده از حق تجمع مسالمت‌آمیز دستگیر شده اند آزاد کنند. و یک خبر سلامتی، زندگی در فضای سبز از طریق بهبود سلامتی استخوان‌ها و کند کردن روند پیری می‌تواند سلامتی را تقویت کند. نتایج به دست آمده از مطالعه‌ای در دانشگاه لوئیزویل برای بررسی تأثیر محیط زیست و ورزش بر سلامتی از مزایای زندگی در کنار درختان خبر می‌دهد و محققان دریافته‌اند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و برخی انواع سرطان‌ها در افرادی که در محل‌های با درختان و فضای سبز بیشتر زندگی می‌کنند در مقایسه با افرادی که نزدیک خانه‌شان فضای سبز کمتری دارند کمتر است. یک مدرسه خصوصی در لندن، اولین کلاس درس انگلستان که توسط هوش مصنوعی به جای معلمان انسانی تدریس می شود را افتتاح کرد. کالج دیوید گیم، یک مدرسه خصوصی در لندن، دوره جدید بدون معلم خود را برای 20 دانش آموز در ماه سپتامبر آغاز کرده است. دانش آموزان با استفاده از ترکیبی از سیستم عامل‌های هوش مصنوعی در کامپیوترها و هدست‌های واقعیت مجازی یاد خواهند گرفت.